بینندگان گرامی، برنامه رو با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. پلیس اسپانیا یک شبکه قاچاق مهاجران سوری و الجزایری به اروپا را متلاشی و 3 نفر از جمله رهبر گروه را دستگیر کرد. مهاجران برای سفر با قایق از الجزایر به اسپانیا تا 10,000 یورو می پرداختند و سپس به دیگر کشورهای اروپایی می رفتند. تحقیقات نشان می‌دهد قایق‌های بادی که مهاجران غیرقانونی برای سفر از فرانسه به بریتانیا استفاده می‌کنند، در انبارهایی در آسن آلمان نگهداری می‌شوند. این قایق‌ها از ترکیه وارد شده‌اند و آژانس ملی جرم بریتانیا آلمان را مرکز نگهداری این وسایل می‌داند. ۲۸ سناتور جمهوری خواه آمریکا لایحه‌ای پیشنهاد کردند که در صورت کاهش جایگاه اسرائیل در سازمان ملل، بودجه آمریکا برای این سازمان قطع شود. آنها این اقدام را یهودی ستیزانه خوانده و به تشکیلات فلسطینی درباره هر گونه تلاش در این زمینه هشدار دادند. نروژ حداقل سن استفاده از شبکه‌های اجتماعی را به 15 سال افزایش می‌دهد تا کودکان را از الگوریتم‌های خطرناک و جمع‌آوری داده‌ها محافظت کند. هدف این قانون ایجاد محیط امن‌تر برای کودکان و کنترل بیشتر والدین بر فعالیت‌های آنلاین آنها است. کشور مصر تاییدیه‌ای آری شدن از مالاریا را از سازمان جهانی بهداشت WHO دریافت کرده است که به عنوان واقعیت تاریخی شناخته می شود. رئیس سازمان جهانی بهداشت بیان کرد که مالاریا اکنون به تاریخ پیوسته و مصر از نزدیک به 100 سال پیش تلاش هایی برای ریشه‌کنی آن داشته است. عفو بین الملل گزارش داد که پناهندگان روهینگیا در بنگلادش با شرایط انسانی وخیمی روبرو هستند و به دلیل نبود امکانات ضروری در وضعیت خطرناک زندگی می کنند. این سازمان از طرفین درگیر در میانمار و جامعه بین المللی خواست تا به قوانین بین المللی پایبند باشند و حمایت های بشر دوستانه بیشتری ارائه دهند. گزارش سالانه دبیرکل سازمان ملل درباره زنان، صلح و امنیت نشان می‌دهد که نسبت زنان کشته شده در درگیری‌های مسلحانه در سال 2023 دو برابر شده و زنان 40% از کل تلفات را تشکیل می‌دهند. نوار غزه مرگبارترین منطقه برای غیر نظامیان است. سازمان‌های بین‌المللی اعلام کردند که حدود 4 میلیون کودک زیر 5 سال در سودان در معرض سوء تغذیه حاد قرار دارند. جنگ ادامه دار در سودان موجب وخیم‌تر شدن بحران انسانی شده و خواستار واکنش‌های فوری بین‌المللی برای کمک به آسیب دیدگان است. در حمله تحریک طالبان پاکستان به پلیس مرزی در خیبر پختونخوا دست کم 10 نفر کشته شدند. این حمله که 2 روز قبل رخ داده به عنوان انتقامی برای کشته شدن یکی از رهبران گروه اعلام شده است. مقامات پاکستانی از افزایش حملات طالبان پس از تسلط آنها در افغانستان خبر می دهند. فدراسیون جهانی صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر اعلام کردند که حل بحران انسانی در افغانستان نیازمند رفع بن‌بست سیاسی این کشور است. مدیر منطقه این فدراسیون تاکید کرد که مشکلات دیپلماسی جهانی مانع تجارت و سرمایه گذاری شده و تعداد کودکان مبتلا به سوء تغذیه شدید در حال افزایش است. مدیر کل امور اتباع و مهاجران استانداری تهران از آغاز 8 طرح ساماندهی و اخراج مهاجران افغانستانی خبر داد. وی اعلام کرد که اخراج مهاجران بدون مدرک در نیمه اول سال 1403 نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 4.5 برابر افزایش یافته است.
کشاورزی الکتریکی با کاهش 94% نیاز به زمین غذایی را در تاریکی پرورش می دهد. این روش جایگزینی برای فتوسنتز است که با اصلاح ژنتیک گیاهان و استفاده از انرژی خورشیدی امکان تولید مواد غذایی بدون نور و در ساختمان های چند طبقه را فراهم می کند.